که به دنیا بند شده باشه باید یه تکونی بدی براش تا بفهمه که این دنیا خیلی باقی هم نیستش. تو حوزه دینداری سایه مرد در زندگیامون افتاد. هر روز یه عزیزی میومد تو تلویزیون و میگفت امروز 150 نفر 140 نکشته شد و شما در یک ابهامی بودید که نمیدونست همین الان خودتون کرونا ویروس رو دارید یا ندارید، مبتلا هستید، تو دوره در واقع کمون هستید، انتقال میتونید بدید نمیدید. همینا نشون میداد که چقدر بشر ضعیفه. خیلی ها یاد خدا افتادن، خیلی ها به سمت دعا رفتن. کشورهای خارجی دیدیم گریه ها دعاهایی میرفتن به دیوارهای کلیسا نزدیک میشدن. توی بیمارستان های آمریکا نشون میدید دارن دعا میکنن پرستارا. من سالها پیش یادم از سخنرانی نیمه شبون گفتم اگر خودمون مضطر نشیم عقلا و نفهمیم که امام زمان نداریم، خدا ما رو مضطر می‌کنه. خدا ما رو مضطر فرموده ولنبلونکم بشیء من الخوف، یا با ترس آزمایشتون می‌کنه، والجوع گرسنگی و نقص من الاموال برشکستگی‌های اقتصادی کاهش قدرت خرید و امثالهم، والانفس عزیزانتون از دست میده، با ثمرات ممکنه محصولاتتون کم بشه، و بشر الصابرین، البته بشارت میدیم به کسانی که اهل صبر. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام در مورد آیه پرسیدن، حضرت فرمود که برای این که بداند چه کسی از پیامبرش تبعیت میکنه، یعنی ببینه چه کسی دیندار واقعیه. آدمی که به دنیا بند شده باشه باید این دنیا رو یه تکونی بده براش تا بفهمه که این دنیا خیلی واقعی نیست. ناپایداری و بی ارزش بودن دنیا واقعا اثبات شد. توی استرس خیلی ها بودن که لحظه نمیدونستن آقا الان دچار بیماری شدن نشدن، یه دی توی قرنطینه مونده بودن، بعضی از هم جدا، پدر مادر یه طرف، بچه یه طرف. یه سری از اولویت ها و نیازها تغییر کرد. حدیث مثلا من فرمان که دو تا نعمت هست که همیشه مجهوله، نعمتان مجهولتان، السلامت و الامان. دو تا نعمت داری مجهوله، یکی سلامتی و امنیت. تو سلامتی داری نمیدونی عدم سلامتی یعنی چی، یعنی تا موقع دندون درد میکنی که سبدی نداری، تا دندون درد میگیری میگه عجب روزای خوبی داشتم اون موقع. دوم امنیته، وقتی راحت داری زندگی تو میکنی، تو خیابون میچرخی، دست میزدید به همه جا، میرفتید میوه فروشی میوه میخریدی، رستوران میرفتی، تو پارک میچرخیدی. الان یه امنیت سلامتی زیستی نداری که امنیت روانی ندارید، ولی ممکن اصلا اونجا آلوده نباشه، اما شما که نمیتونید تشخیص بدید. یک جاهای خدا یک خوشدارهایی میده که آدم به خودش متوجه بشه که ای بشری که ادعا میکنم سفینه فرستادی، میخوای از منظومه شمسی بری رصد کنی، مریخ رو بررسی کنی، در مدیریت یه ویروسی که بسیار 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 ریزه موندی و نمیدونی چی باید چی کار کنی.